بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف هشتم. امیدوارم که جور و سعادتمند باشید. شاگردای عزیز، به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی را میخوانیم، درست است؟ و فصل چندم هستیم؟ فصل یازدهم، فصل آخر کتاب شروع کردیم، در درس گذشته شروع کردیم، درست است؟ و امروز درس دوم میخوانیم. اما عنوان هایی که ما و شما در فصل در درس امروز ما و شما میخوانیم چی است؟ دو عنوان میخوانیم: حادثه اتفاقی یک فضای نمونه، یا اصطلاحا برش میگیم پیش آمد. دقت کن، فضای نمونه رو درس گذشته من براتون تشریح کردم، درست است؟ یادتون هست دیگه نه؟ گفتیم فضای نمونه چی است؟ فضای نمونه به ست تمام حالت های ممکن در یک پدیده تصادفی، درست است؟ میگفتیم چی است؟ فضای نمونه ای میگفتیم. حالی میخوایم پیش آمد معرفی کنیم که کتاب به اسم حادثه اتفاقی گفته، ولی ما میگیم پیش آمد، صحیح؟ پیش آمد معرفی میکنیم و در آخر هم قواعد احتمال میخوانیم، چه قانونایی داره هم احتمال که ما شما دریافت میکنیم، ما فرمولش براتون میگم، صحیح؟ و چند تا سه قانون بسیار مهم در رابطه با احتمال ما شما داریم که یار باید رعایت کنیم، صحیح؟ پس میریم سر تخته و درس شروع میکنیم. البته شاگرد عزیز، اول من تشکر میکنم از شاگردایی که کارخانگی به ما روان کردن از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 2964-780-255-4013، درست شاگرد عزیز؟ پس میریم سر تخته و درس شروع میکنیم. خب شاگردی عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ احتمال. اگر یادتان باشد درس گذشته ما گفتیم که چی است؟ ما احتمال تجربی و کثرت نسبی یا فرکانسی نسبی چی است گفتیم با هم دیگه چی میشه؟ مساوی میشه. درس گذشته ما و شما بود دیگه نه؟ و بعد در آخر درس گذشته باز احتمال نظری رو شروع کردیم، گفتیم احتمال نظری که یا برای چی میگیم احتمال، به اختصار میگیم احتمال. اما احتمال گفتیم اولین عنوانی که ما و شما بود در رابطه با احتمال میخوانیم چی بود؟ اولین مطلبی که خواندیم گفتیم فضای نمونه‌ای، گفتیم که به ست تمام حالت‌های ممکن در یک پدیده تصادفی یا پدیده اتفاقی، فرق نمی‌کنه برش گفتیم دیگه نه؟ یادتون هست دیگه، گفتیم به اون ست میگیم چی؟ فضای نمونه‌ای. با چی نشان میدادیم؟ با اس انگلیسی نشان میدادیم، درست است؟ به عنوان مثال دقت کنید، مثال پس من نوشته می‌کنم چی؟ پیشا. اول من نوشته میکنم احتمال، نوشته کنم خودشه احتمال. خب گفتیم احتمال، اگه یادتون باشد من یادآوری میکنم، باز درس شروع میکنم شاگرد عزیز. گفتیم که ما و شما یک پدیده، درست است؟ یک آزمایش، فرق نمیکنه یک حادثه هر چی باشه، گفتیم کتاب ما و شما حادثه نوشته کرده، دیگه کتاب را بر نگاه کنین پدیده یا آزمایش نوشته کرده، صحیح است؟ یک پدیده دو حالت داره، یا قطعی است یا تصادفی است، صحیح است؟ یا اتفاقی برش گفته میشه. خب قطعی یعنی چی؟ قطعی گفتیم نتیجهش از قبل معلوم است. مثل چی گفتم؟ یک تا تباشیر اعلام بتیم چی میشه؟ به سمت پایین میره، صحیح؟ 100% به سمت پایین میره، نتیجهش از قبل معلوم است. اما یک پدیده تصادفی یا یک آزمایش تصادفی گفتم یک پدیده ای است که نتیجه آن از قبل معلوم نیست. به عنوان مثال یک سکه رو میندازیم، شیر میآید یا خط میآید؟ میگیم نمیفهمیم کدامش میآید، ممکنه هم شیر بیاید هم خط، صحیح است؟ پس یا شیر یا خط، به هر کدامش ممکنه بیاید، پس اون میشه یک پدیده چی؟ تصادفی، درست است شاگرد عزیز؟ خب حالا گفتیم که علم فیزیک در رابطه با چی؟ با پدیده های قطعی گپ میزنه، اما علم احتمال مربوط به پدیده های تصادفی است.
و گفتیم در پس میشه احتمال. احتمال یک علمی است که در رابطه با پدیده‌های تصادفی تجزیه تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه، گپ بزنه کلا دیگه صحیح است. اما گفتیم اولین عنوانی که ما شما در احتمال میخوانیم گفتیم چی است؟ گفتیم در احتمال ما شما میخوانیم فضای نمونه یا فضای نمونه‌ای بود دیگه، تا نستگنه. پس ما احتمال خواندیم، بعدش هم گفتیم که چی شاگرد عزیز؟ فضای نمونه‌ای. فضای نمونه‌ای هم یادتون هست. گفتیم که چی از فضای نمونه‌ای؟ بسط تمام حالت‌های ممکن در یک پدیده تصادفی را میگیم چی؟ فضای نمونه‌ای. با چه نشان میدادیم؟ با اس نشان میدادیم. به عنوان مثال دقت کنید. مثال: در پرتاب یک سکه. شاگرد عزیز، در پرتاب یک سکه گفته چیکار کنید؟ فضای نمونه‌ای را مشخص کنید. فضای نمونه‌ای را دریافت کنید. فضای نمونه‌ای را دریافت کنید. خب شاگرد عزیز دقت کنید، گفتیم که در پرتاب یک سکه رو ما مندازیم، ست تمام حالت‌های ممکنی که ممکنه اتفاق بیفته چی میشه؟ یا شر میشه سکه ما و شما، یا خط میفته دیگه، درست؟ یا پشت یا رو، یا شر یا خط، برش میگه فرق نمیکنه. پس فضای نمونه‌ای ما و شما به شک میشه اس مساوی است با، گفتیم فضای نمونه را با اس نشان میدیم و داخل یک ست میندازیم. ست است دیگه صحیح است. پس داخل قوس کلان باید بگیریم. خب چی میشه فضای نمونه ما؟ تمام حالت های ممکنه ما شما چی میشه؟ یا شعر یا خط. دقت کنید شاگرد عزیز، پس نوشتن میکنم یا شعر یا خط. به شک داری نوشتن میکنم شعر و خط. اگر بخوای میره شاگرد عزیز دقت کنید، خیلی از کتاب ها به جای شعر از چی؟ از هد استفاده میکنه، از اچ استفاده میکنه، اچ و تی به این شکل هم استفاده میکنه صحیح است. پس چی نوشته کنیم؟ شعر و خط. چی اچ و تی هم نوشته میکنیم مشکلی نیست. پس هر کدوم نوشته کنیم فرقی نمیکنه. این میشه هد، این میشه چی؟ شعر. و تی هم میشه چی؟ میشه خط. کتاب های شما اگه زبان اصلی رو نگاه کنید، کتاب های انگلیسی رو نگاه کنید، او چی است؟ از اچ و تی استفاده کرده صحیح است. پس ما و شما شعر خط نوشته کنیم فرق نمیکنه، اچ و تی هم نوشته کنیم فرقی نمیکنه. پس شاگرد عزیز و گرامی فهمیدیم چی است؟ فضای نمونه ای را گفتیم. حالا میخوایم چی رو بخونیم؟ پیش آمده بخونیم که کتاب ما و شما به اسم حادثه اتفاقی گفته، ولی در اصل پیش آمد سیستر سیست. پس من میگم که چی؟ پیش آمد نوشته میکنم. پس پیش آمد که کتاب ما و شما گفته حادثه اتفاقی. پیش آمد چی است؟ میگیم که دقت کن شاگرد عزیز، فضای نمونه چی گفتیم؟ گفتیم فضای نمونه یک ست است، ست تمام حالت‌های ممکن. وقتی که ما و شما ست خواندیم شاگرد عزیز چی داریم؟ ست فرعی را ما و شما داره. پس به این شکل میگیم پیش آمد، میگیم به هر ست فرعی از فضای نمونه‌ای یک چی برش میگیم شاگرد عزیز؟ احسن، آفرین به شما، یک پیش آمد میگوییم. از فضای نمونه یک پیش آمد میگوییم. پس شاگرد عزیز دقت کنید، پیش آمد تعریف کردیم. درس امروز ما و شما پیش آمد که کتاب ما و شما گفتیم چی میگه؟ حادثه اتفاقی. حادثه اتفاقی یا پیش آمد ما و شما چی است؟ به هر ست فرعی از فضای نمونه ای میگیم چی شاگرد عزیز؟ یک پیش آمد برش میگیم. صحیح است؟ به عنوان مثال، این مثال که ما و شما کار کردیم، یک سکه رو میندازیم، پرتاب یک سکه، ما فضای نمونه ما و شما یا شعر است یا خط است، اچ تی صحیح است. حال ست های فرعی از این ست بگو. این سه جایی ست فرق نمی کنه. ست فرعی رو شما میفهمید چی ذات نفس دیگه نه، در صنف سال قبل خوندیم دیگه، صنف هفتم صحیح است. خب ست های فرعی چی بود؟ ست های فرعی میگیم ستی است که تمام عناصر از داخل از او باشه صحیح است. به عنوان مثال علی چی میشه گفته که فضا، به عنوان یک مثال براتون میزنم شاگرد عزیز، دائمی مثال که ما و شما داریم، من چی میکنم؟ یک پیش آمد نوشته میکنم. خب یک پیش آمد برش نوشته کنم، ما پیش آمد رو معمولا با حروف کلان انگلیسی A, B, C, D, E نوشته میکنم، فرق نمیکنه صحیح است. پس A مساوی است با، پس یک وقتی میگیم ست فرعی خودش ست است شاگرد عزیز. پس چی است؟ داخل قوس کلان باید بندازیم نه؟ پس ست H به عنوان مثال. آیا A شاگرد عزیز A ست فرعی S است؟ میگیم بله، چون عناصر ازی که اچ است در داخل ازی وجود داره صحیح است. پس چی میشه؟ این شد یک فضا، یک داره پیش آمد، یک تا حادثه اتفاقی در کتاب ما و شما نوشته کرده، ولی پیش آمد بگیم صحیح تر است صحیح است. فهمید چرا شد دیگه نه؟ پس پیش آمد ای، پیش آمد بی چی میشه؟ به عنوان مثال یک پیش آمد دیگه به شما بگین شاگرد عزیز، آفرین چی؟ آفرین تی، تی تنها صحیح است. این هم یک ست فرعی از او است نه؟ خب سیره شاگرد، یک پیش آمد دیگه من نوشته میکنم برایش، چی نمیتونم نوشته کنم؟
خود دیگه نداره، داریم. دقت کنید شاگردای عزیز، خودش H و T میتونیم نوشته کنیم، سیست H و T. یام که چی است؟ ست فرعی است دیگه، نه تمام عناصر عزیز داخل ازو وجود داره و دیگه یک تو دیگه هم داره. اینا بگین شاگردای عزیز فکر کنین، یک تو پیش اومد دیگه هم وجود، یک ست فرعی دیگه هم، یعنی اسم شما یک تو چی ست فرعی دیگه هم داره. یک تو H گفتیم، T گفتیم، H و T گفتیم. خب T و H شاگردای عزیز، بعد بعضی از شاگردا میگه T و H، T و H با H و T فرق نمیکنه، چون دسته ها ما میفهمیم ترتیب و تکرار مهم نیسته، یعنی T و H همون H و T است. اوکی فهمید چی رقم شد دیگه؟ نه پس شاگردای عزیز دقت کنید، آفرین اونایی که گفتن ست خالی. ست خالی چی است شاگردای عزیز؟ پس D من نامش رو میگیرم ست خالی، چون ست خالی ست فرعی همه ست ها است. درست است؟ پس ست خالی هم ست فرعی اسم میشه. پس ست خالی هم یک تا چی است؟ یک تا پیش آمده است. پس فهمید چی رقم شد؟ این مثالی که ما شما کار کردیم، فضای در پرتاب یک سکه، ما شما فضای نمونه ای ما شما دو عنصر داشت، اما تعداد ست های فرعی یا پیش آمد های ما شما چند تا شد؟ چهار تا شد. چون تمام ست های فرعی از اون باید نوشته کنید. خب شاگردای عزیز دقت کنید، گفتیم که اسم ما و شما، فضای نمونه ما و شما دو عنصر داشت و چند تا ست فرعی دارد؟ چهار تا ست فرعی دارد. پس تعداد پیش آمد های ما و شما چهار تا شد. سیست؟ پس ما یک مثال کار کردیم و پیش آمد ها برای شما تعریف کردیم و تشریح کردیم و یک مثال هم براتون کار کردیم و فهمیدید پیش آمد چی است. به هر ست فرعی از فضای نمونه ای یک پیش آمد میگوییم. درست است؟ پس این شد پیش آمد یا حادثه اتفاقی که در کتاب ما و شما حادثه اتفاقی نوشته کرده، ولی پیش آمد بگیم درست تر است. فهمیدین چه رقم شد دیگه شاگرد عزیز؟ نه پس شاگرد عزیز من تخته رو پاک میکنم، یک تا مثال دیگه هم برای شما کار میکنم. خب شاگرد عزیز و گرامی، یک تا مثال دیگه کار میکنیم و بعد از اون فرمول احتمال برای شما من میگم. درست است؟ پس دقت کنید. مثال: در پرتاب یک تاس. تاس گفتم چی است؟ تاس همون رمل برش گفتم میشه. درست است؟ همون چی؟ همون لدو که بازی میکنه، همون مکب که یک دو سه چهار پنج شش داره. صحیحست؟ همون رو خب بندازیم چی میشه؟ گفته در پرتاب یک تاس فضای نمونه ای را دریافت کنید. فضای نمونه ای را دریافت کنید. خب ما کار میکنم، جواب شد میکشم. صحیح شاگرد عزیز، پس نوشتم میکنم حل یا جوابش نوشتم میکنم. پس اسم ما و شما چی میشه شاگرد عزیز؟ اسم ما و شما پرتاب یک تا تاس مندازیم چی میشه؟ یا یک است، آفرین، یا دو است، یا سه، یا چهار، پنج و این چی؟ شش. شش تا حالت داره. صحیح؟ پس چی شد؟ این شد فضای نمونه این سوالی که با ما و شما داده، فضای نمونه شما تانیسیم دریافت کنیم. حال دقت کنید شاگرد عزیز، گفته دو تا پیش آمد نوشته کو. دو تا پیش آمد نوشته کو. من خب دو تا پیش آمد نوشته کنم. پیش آمد ای؟ پیش آمد ای فرق نمی کنه، هرچی دلش میتونه نوشته کنی. من نوشته میکنم دو، چهار و شش. دو، چهار و شش. این چی است؟ یک ست فرعی است دیگه، نه؟ دو، چهار، شش. این میشه چی؟ ست فرعی است، بس یک پیش آمد است. که اصطلاحاً میتونیم بگیم پیش آمدی که عدد رخ شده جفت باشد. این میشه یک پیش آمد. سوال به ما شما میته بگه در پرتاب یک تاس احتمال آن را حساب کنید که عدد رخ شده یا عدد روی شده چی باشه؟ جفت باشد. پس ما شما اول فضای نمونه نوشته میکنیم، بعد پیش آمد جفت بودن. پیش آمد جفت بودن چی میشه؟ دو، چهار، شش. هشت هم جفت است، ولی هشت دست فرد دست اسم ما شما نیست، چون باید پیش آمد های ما شما ست فرعی اس باشد. صحیح فهمید چه رقم شد دیگه؟ نه شاگرد عزیز. پس عدد جفت فقط دو، چهار، شش میشه، چون دو، چهار، شش چی است؟ یعنی ست اس، ست فرعی اس میشه. خب پیش آمد بی با عنوان مثال، پیش آمد بی ما شما و ما شما میگه چی باشد؟ عدد رخ شده اولیه باشد. اعداد اولیه رو شما میفهمید چی است دیگه؟ نه اعداد اولیه عددهایی هستند که فقط بر یک و خودشان تقسیم پذیرن یا بخش پذیر هستند، یعنی پوره تقسیم میشه، باقی ماندهش صفر میشه. صحیح است؟ خب کدام است اعداد اولیه؟ دو، سه و پنج، یا چی هستن شاگرد عزیز؟ یا اعداد اولیه هستند. دو، سه، پنج، هفت. هفت هم اولیه است، ولی هفت دست اسم و شما نیست. درست است؟ در فضای نمونه نیست. پس ما و شما فقط دو، سه، پنج نوشته میکنیم. پیش آمده سی، مسیر دنجا نوشته میکنم و ما و شما میگه عدد رخ شده چی باشد؟ عدد رخ شده بزرگتر از چهار باشد. با عنوان مثال عدد رخ شده بزرگتر از چهار چی میشه؟ فقط پنج و شش میشه. آفرین. پس میشه پنج و شش.
پس مثال های زیاد میتونیم ما شما دریافت کنیم. درست است؟ پس با شما وقتی یک فضای نمونه نوشته کردیم میتونیم ست های فرعی از را نوشته کنیم. پس به هر ست فرعی چی میگیم شاگرد عزیز؟ یک پیش آمد. تا اینجا خوب فهمیدید چی شد دیگه نه؟ خب شاگرد عزیز دقت کنید، فرمول احتمال یک پیش آمد، ما و شما احتمال یک پیش آمد باید دریافت کنیم. با ما و شما سوال میته، ما و شما اول فضای نمونه رو نوشته میکنیم، پیش آمد رو نوشته میکنیم و احتمال پیش آمد رو دریافت میکنیم. احتمال پیش آمد فرمولش به این شکل بشه، میشه تعداد، دقت کنید، عناصر پیش آمد. پس دقت کن شاگرد عزیز، تعداد عناصر، خود عناصر نه، تعدادش. با مثال چند تا عناصر داره؟ 3 تا عناصر داره. صحیح است؟ پس تعداد عناصر پیش آمد تقسیم بر تعداد عناصر چی؟ فضای نمونه‌ای. فضای نمونه‌ای. این چی میشه شاگرد عزیز؟ این فرمول احتمال است که ما اینو میتونم به شک نوشته کنم. احتمال یک پیش آمد، دقت کن، احتمال یک پیش آمد. من بچه به زمان ریاضی نوشتم میکنم برای شما. دقت کن شاگرد عزیز. پس من به این شکل نوشتم میکنم. احتمال یک پیش آمد. ما میگیم احتمال با پی نشان میدیم. صحیح است؟ و پیش آمدم ای بی فرق نمیکنه هرچی باشه. من ای میگیرم نامشه. پس پی ای مساوی میشه با خط کسری تعداد عناصر پیش آمد. یعنی تعداد عناصر شاگرد عزیز شما این رو میفهمین. تعداد عناصر یک سته با ان نشان میدیم. ان داخل قوس ای. پس ان ای منظورش چی است؟ معنایش چی است که تعداد عناصر عنصرهاش شمار که چند است؟ تقسیم بر ان ای. پس ان چی میشه شاگرد عزیز؟ ان فرمول محاسبه احتمال ما و شما میشه. درست است؟ پس ما و شما فرمول محاسبه احتمال به این شکل است. ما و شما اول باید چی بریم؟ باید بریم اس نوشته کنیم و ای هم نوشته کنیم. صحیح است؟ ای یا بی فرق نمیکنه. با ما شما میگه ای یا بی هر کدوم نامش بگیری فرقی نمیکنه. پس میشه ان ای تعداد عناصر خود پیش آمد در صورت و تعداد عناصر فضای نمونه ای در مخرج. و چی بشه؟ جواب ما و شما احتمال میشه. صحیح است؟ به عنوان مثال دقت کنید. ده مثال در پرتاب یک تاس فضای نمونه ای که مشخص کردیم. خب گفته که به عنوان مثال احتمال آن را حساب کنید که چی باشد شاگرد عزیز؟ عدد رخ شده جفت باشد. پس نگاه کنید، در پرتاب یک تاس، در پرتاب یک تاس چقدر احتمال دارد؟ چقدر احتمال دارد شاگرد عزیز که عدد رخ شده چی باشد؟ جفت باشد. صحیح شاگرد عزیز، در پرتاب یک تاس چقدر احتمال دارد که عدد رخ شده جفت باشد؟ تازه من اینو کار میکنم، یه جوابش میکشم، معیار خود نوشته کردم. فضای نمونه ای در پرتاب یک تاس میفهمیم 1 2 3 4 5 6. صحیح است؟ خب عدد رخ شده جفت باشد 2 4 6 همیا میشه. صحیح است؟ پس ما میریم میگیم که پی ای مساوی است با طبق فرمول ان ای تقسیم بر ان اس. ان ای تقسیم بر ان اس. خب ان ای چی است شاگرد عزیز؟ تعداد عناصر ای. ای ما شما چند عنصر دارد؟ 3 تا عنصر دارد. 2 4 6 است، ولی تعدادش شمار کو 1 2 3. پس 3 در صورت و در مخرج. تعداد عناصر فضای نمونه ما شما چند عنصر دارد؟ 6 تا عنصر دارد. 3 بر 6 که اگر اختصار بسازیم میشه 1 بر 2. صحیح؟ پس چی شد شاگرد عزیز؟ احتمال یک پیش آمد بسیار آسان ما میتونیم با این فرمول دریافت کنیم. پس فرمول محاسبه احتمال به این شکل است. احتمال یک پیش آمد میشه تعداد عناصر پیش آمد تقسیم بر تعداد عناصر فضای نمونه‌ای. فرمولش به این شکل است: ان ای تقسیم بر ان اس. اگر پی ای با شما بتا میشه ان ای تقسیم بر ان اس. اگر پی بی بتا میشه چی؟ ان بی تقسیم بر ان اس. اگر پی مثلا ای با شما بتا فرق نمیکنه. صحیح؟ پس میشه ان ای تقسیم بر ان اس. فهمید چه رقم شد دیگه نه؟ پس این از چی شاگرد عزیز؟ این از فرمول محاسبه احتمال، احتمال نظری منظور ما شماست. یا تا نفس درس گذشته دیگه نه؟ گفتیم وقتی میگیم احتمال، احتمال نظری است. اما وقتی میگیم احتمال تجربی رو باید بگه احتمال تجربی که همون چی میشد؟ همون کسرت نسبی میشد. درسته شاگرد عزیز؟ پس این همه چی شاگرد عزیز؟ این از چی احتمال نظری و فرمولش هم برای شما گفتیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، پس عنوان اول حادثه اتفاقی یا پیش آمد و محاسبه احتمالم فرمولش برای شما گفتم و نوشته کردم و مثالم کار کردم. درست است؟ اما عنوان دوم درس ما و شما چی است؟ قواعد احتمال یا قانونهایی که احتمال وجود داره. 3 قانون ما در احتمال داریم که ما سر برای شما تشریح میکنم و دقیق میفهمی که چه قانونهایی است. درست است شاگرد عزیز؟ پس همراه ما باشید.
خب شاگرده عزیز و گرامی، قواعد احتمال یا قانون‌های احتمال، درست است؟ پس من نوشته میکنم قواعد احتمال. ما و شما شاگرده عزیز سه قانون در احتمال داریم، درست است؟ اول، قانون اول میگیم که احتمال هر پیش آمدی که با ما و شما به اتفاق نمیکنه دریافت میکنیم باید بین 0 تا 1 باشد، درست است؟ از 1 بیشتر شده نمیتونه. پس من نوشته میکنم پیه ای احتمال هر پیش آمد باشد فرق نمی کنه، بزرگتر مساوی با 0 است و کوچکتر مساوی با 1 است. پس چی است؟ این قانون اول ما و شماست. احتمال هر پیش آمد که هر حادثه اتفاقی رو ما و شما حساب کنیم، دریافت کن جوابش، دریافت کن از فرمولی که اعمال به شما گفتم نه و چی فهمیده چی بود دیگه، ان ای تقسیم بر ان اف و دریافت میکنیم و او چی میشه؟ عدد ما و شما همیشه بین 0 تا 1 میتونه، 0 هم شده میتونه، 1 هم شده میتونه و بینش هم میتونه شوه، اما بیشتر از 1 و کمتر از 0 شده نمیتونه. قانون دوم، قانون دوم دقت کن شاگرد عزیز، کی صفر بشه احتمال یک پیش آمد کی صفر میشه؟ زمانی که چی باشد؟ او پیش آمد ما و شما ست خالی باشد. اگر یادتون باشد ست خالی چی بود؟ ست خالی ست فرعی فضای نمونه ای بود. پس اون یک پیش آمد است. با او چی میگن شاگرد عزیز؟ با او میگن پیش آمد ناممکن یا پیش آمد غیر ممکن، صحیح است؟ پس احتمال ست خالی شاگرد عزیز دقت کنید، احتمال ست خالی به شک نمیشتم، ست خالی به شک نمیشتم کردم، صحیح است؟ جوابش میشه صفر میشه. پس دقت کنید، به این میگیم پیش آمد ست خالی، میگیم پیش آمد ناممکن. پس چی است؟ پیش آمد غیر ممکن یا ناممکن، من ناممکن نوشتم میکنم، صحیح است؟ پس پیش آمد ناممکن. پس ست خالی میشه چی؟ پیش آمد ناممکن و احتمال چند است؟ 0 است. با عنوان مثال یک تا تاس هم میندازیم، صحیح است؟ میگیم چقدر احتمال دارد عدد رخ شده بزرگتر از 7 باشد؟ میگیم هیچ احتمالش 0 است، هیچ احتمال نداره، چون اعداد تاس 1 2 3 4 5 6 است، 7 شده نمیتونه، تازه گفته بزرگتر از 7 باشد، خب احتمال چقدر میشه؟ 0، چون پیش آمدش میشه ست خالی، هیچ عنصر در این نیست دیگه، صحیح است؟ پس اگه در فرمول بندازیم احتمال چند میشه؟ 0 میشه. و قانون سوم، قانون سوم به این شکل است، احتمال خود اس شاگردای عزیز چند میشه؟ 1 میشه، چون خود اس ست فرعی خودش است دیگه نه، پس یک پیش آمد میتونه باشه، خود فضای نمونه پیش آمد خود یک پیش آمد است، چون ست فرعی خودش است. و حال ما میتونیم احتمال از رو دریافت کنیم، احتمال از چند میشه؟ میشه 1، طبق فرمول میشه ان اس تقسیم بر خود ان اس، پس میشه 2 یک کسری که صورت مخرج با هم مساوی باشه چند میشه؟ 1 میشه. با عنوان مثال یک سکه رو میندازیم، چقدر احتمال دارد که پشت بیاید یا رو بیاید؟ پس میگیم که یک کنوزی میاد دیگه، صحیح است؟ یا میگیم یک تاس میندازیم شاگرد عزیز، یک تاس میندازیم چقدر احتمال دارد، یا احتمال آن رو حساب کنید که عدد رخ شده از 7 کوچکتر باشد، خب احتمالش 1 است، چون از 1 2 3 4 5 6 یا کلش از 7 کوچکتر است دیگه، صحیح است؟ پس این میشه فضای نمونه ای ما و شما، هم اس ما و شما 1 2 3 4 5 6 میشه و پیش آمد ما و شما هم 1 2 3 4 5 6 میشه، صحیح است؟ پس وقتی ما میمونه میشه 6 بر 6، جواب چند میشه؟ میشه 1. پس نکته سوم همیست، قانون سوم احتمال فضای نمونه ای همیشه 1 میشه. پس اگر پیش آمد ما و شما ناممکن باشد احتمالش 0 میشه، و پیش آمد ما و شما اینو برش چی میگن؟ میگن پیش آمد حتمی. پس دقت کنید، خود اس، خود اس چی میگیریم؟ میگیم پیش آمد حتمی، پیش آمد حتمی یعنی حتما اتفاق میفته، پیش آمد حتمی و چی میشه؟ احتمال از او میشه 1، درست است شاگرد عزیز؟ پس یه هم از قواعد احتمال سه قاعده داریم و بسیار آسان ما میتونیم احتمال دریافت کنیم. فقط فرمول احتمال شاگرد عزیز یک بار دیگه نوشتم میکنم، احتمال یک پیش آمد گفتیم چی میشه؟ تعداد عناصر همو پیش آمد تقسیم بر تعداد عناصر اس، درست است؟ پس این فرمول یادت باشد که این چی است؟ فرمول احتمال است. پس یه هم از درس امروز ما و شما احتمال و قواعد آنها خواندیم و فهمیدیم چه رقم میتونیم سوالا را کار کنیم. خب شاگردای عزیز و گرامی، پس قواعد احتمال هم خواندیم، اما کارخانگی تمرین های صفحه 248 و 250 کتاب کار میکنید و به ما روان میکنید از طریق واتساپ، نمبرش هم 2964 780 255 40 13، درست شاگرد عزیز؟ و پایان درس دوم از فصل 11 شاگرد عزیز و گرامی، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش،
خداحافظتان.